سلام به دوستای عزیزم. امروز طرز تهیه یک کوفته نخودچی خیلی خوشمزه و ساده را داریم. بریم با هم آموزش رو شروع کنیم. دویست گرم گوشت چرخ کرده رو توی ظرف میذاریم. دو تا پیاز متوسط رنده شده رو بهش اضافه میکنیم. لازم نیست آب پیاز گرفته بشه. بهش مقداری جعفری اضافه میکنم. البته این دل بخواهیه. و یه تخم مرغ بهش اضافه میکنم. مقداری نمک. زردچوبه، فلفل سیاه و مقداری پودر سیر بهش اضافه میکنم. میزان ادویه ها بستگی به ذائقه خودتون داره. یه پیمونه آرد نخوچی رو بهش اضافه میکنم و تمام این مواد رو خوب با هم قاطی میکنیم و چنگ میزنیم. باید این نکته رو توجه داشته باشین که اگر میخواین کوفته های سفت‌تری داشته باشین باید بیشتر آرد نخودچی بریزین. من حالا یه نصف پیمونه دیگه بهش اضافه میکنم. و اگر که میخواین کوفته های شل‌تری داشته باشین همون پیمونه آرد نخودچی کافیه براش. بعد دوباره حسابی این مواد رو با هم قاطی میکنیم. باید به یه همچین شکلی در بیاد. موادمونو به شکل توپی در میاریم. اندازه کوفته هامون نه خیلی کوچیک باید باشه نه اندازه کوفته تبریزی بزرگ باشه. این اندازه‌ای که من درست کردم مناسبه به این شکل. حالا میریم سراغ درست کردن ساس کوفتمون. دو حبه سیر با دو تا پیاز متوسط داریم. ابتدا پیازامونو خرد میکنیم. توی قابلمه مقداری روغن میریزیم. البته از کره هم میتونین استفاده کنین. اجازه میدیم که روغن کمی داغ بشه. پیازای خرد شدهمونو بهش اضافه میکنیم. ما برای درست کردن سس کوفته به پیاز داغ احتیاج داریم. باید حواستون باشه که پیازا نسوزه و مدام هم بزنیم تا اینکه رنگ پیازامون کاراملی بشه. وقتی پیازا به این حالت در اومد دو حبه سیری رو که قبلا خرد کردیم و اضافه میکنیم. سیر رو نباید خیلی تف بدیم چون سس رو تلخ میکنه. یک دقیقه برای تفت سیر کافیه. به سیر و پیازمون مقدار کمی نمک، زردچوبه و فلفل سیاه اضافه میکنیم. حدود 30 ثانیه تفت میدیم تا ادویه ها به خورد سیر و پیازمون بره. وقتی به این حالت رسید موادمون، دو قاشق غذاخوری سرپر رب گوجه اضافه میکنیم و تفتش میدیم تا رب گوجه سرخ بشه. وقتی مایه سس ما به این شکل در اومد 3 لیوان آب جوش رو بهش اضافه میکنیم. لازم نیست خیلی آب اضافه کنین. ما باید اندازه آب بریزیم تا حداقل نصف کوفته ها داخل سس قرار بگیره. چون اگه آب زیاد باشه سس کوفتمون آبکی میشه. لطفاً ویدیوی ما رو لایک کنین، کانال ما رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو هم بزنین تا از ویدیوهای جدید ما با خبر بشین. کوفته ها رو توی سس قرار میدیم و مقداری از سس رو روی کوفته ها میریزیم. وقتی سسمون گل زد در قابلمه رو میذاریم و اجازه میدیم حدود 1 ساعت با حرارت کم کوفته ها پخته بشه. بعد از 30 دقیقه کوفته ها رو زیر و رو میکنیم تا قسمت بالای کوفته هم بپزه. کوفته های خوشمزه ما آماده شده. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین.